اوکراین در صورت دریافت جت‌های آمریکایی دیگر به روسیه برای صادرات غلات باج نمی‌دهیم. دیمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین روز سه‌شنبه در گفتگویی با فرانسه 24 حملات اخیر روسیه به بنادر این کشور در دریای سیاه را محکوم کرد. کولبا در این باره گفت: هدف روسیه افزایش بحران غذایی، صادرات بدون مشکل غلات خود و درآمدزایی تا جای ممکن است. اما مردم اوکراین و آفریقا دارند بهای آن را پرداخت می‌کنند. روسیه در ازای فدا کردن آفریقا، جیب‌های خود را برای تأمین بودجه ماشین جنگی‌اش پر می‌کند. کولبا در ادامه عنوان کرد که حمله اخیر روسیه به بندر رنی در مرز رومانی یکی از اعضای ناتو راهی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است تا واکنش ناتو را بسنجد. وی عنوان کرد ناتو باید قاطع و دقیق به این مسئله پاسخ بدهد. وزیر خارجه اوکراین تاکید کرد که تمامی کشتی‌های روس در هر جایی در دریای سیاه به اهداف قانونی مبدل می‌گردند. کولبا همچنین وعده داد که کیف برای احیای ابتکار غلات دریای سیاه تلاش خواهد کرد. وی افزود که اگر چنین چیزی امکان پذیر نباشد، مسیر دریایی جایگزینی برای صادرات غلات اوکراین باید پیدا شود. این دیپلمات ارشد اوکراین در ادامه عنوان کرد که از صادرات غلات روسیه از طریق قطر و ترکیه آگاه است. وی دخیل بودن هر کشوری در چنین توافقی را شرم آور خواند. وی عنوان کرد روسیه می‌خواهد پول بیشتری در بیاورد و از قیمت‌های بالاتر که به دلیل اقدامات خود افزایش پیدا کرده سود ببرد. وزیر خارجه اوکراین ممانعت لهستان، رومانی، مجارستان، اسلوواکی و بلغارستان از صادرات محصولات کشاورزی اوکراین پس از پایان ضرب العجل توافق شده را غیر قابل قبول خواند. کولبا مدعی شد که تنها دلیل روسیه برای از بین بردن زیرساخت‌های کشت غلات اوکراین این است که آنها می‌خواهند تنش‌های جدیدی میان اوکراین و همسایگانش ایجاد کنند. وی در ادامه بیان کرد ما نباید با بازی پوتین بازی کنیم. این دیپلمات ارشد اوکراین همچنین در خصوص حضور گروه واگنر در آفریقا گفت که اوکراین اطلاعات با ارزشی در اختیار دارد که می‌تواند به کشورهای آفریقایی برای افزایش امنیتشان کمک کند. کولبا تصریح کرد که این کشور با اینکه به دنبال دریافت موشک‌های دوربرد ATACMS از آمریکاست، در حال حاضر نیز موشک‌های دوربردی از انگلیس و فرانسه دریافت می‌کند. وی در این باره گفت ما این موشک‌ها را در اختیار داریم اما به تعداد بیشتری از آنها نیازمندیم. وزیر خارجه اوکراین در ادامه در خصوص صحبت‌ها برای دریافت جت‌های جنگنده F-16 آمریکایی گفت که توافق انجام شده است. وی تاکید کرد که اگر اوکراین این جت‌های جنگنده را دریافت کند، کیف دیگر وابسته به باش خواهی‌های روسیه برای صادرات غلات اوکراین به بازارهای جهانی نخواهد بود. وی گفت ما هرچه زودتر آنها را دریافت کنیم، زودتر می‌توانیم کریدور جدید را راه اندازی کنیم. کولبا تأکید کرد در صورتی که این اتفاق رخ دهد، میلیون‌ها تن غلات اوکراینی به بازار جهانی راه خواهند یافت. قیمت‌ها را با ثبات و آنها را کاهش خواهد داد. به مردم در برابر گرسنگی کمک خواهد کرد و مهم‌تر از همه اهرام باجگیری روسیه از جهان از دستان این کشور خارج خواهد شد. آمریکا با ارسال بمب خوشه‌ای اجازه پایان جنگ اوکراین را نمی‌دهد. نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه اعلام کرد که آمریکا و کشورهای متحد آن هر کاری برای تشدید بحران در اوکراین انجام می‌دهند. دبیر شورای امنیت ملی روسیه این موضوع را در ارتباط با ارسال بمب‌های خوشه‌ای آمریکا به اوکراین عنوان کرد. روسیه: چند تانک آمریکایی دیگر باید بسوزد که واشنگتن بفهمد که بازنده جنگ است. آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا با اشاره به تداوم حمایت و کمک مالی و نظامی واشنگتن از کیف، برنامه‌ها و نقشه‌های دولت اوکراین را تروریستی توصیف کرد. آنتونوف در بیانیه‌ای که سفارت مسکو منتشر کرد نوشت اقدامات واشنگتن که همچنان به تزریق و تأمین اسلحه برای دست نشانده‌های اوکراینی‌اش ادامه می‌دهد، ورای اخلاقیات و عقل سلیم است. آمریکا قصد دارد خودش را در قامت یک خیر از خود گذشته برای اوکراین نشان دهد و ریاکارانه درباره کمک به این جمهوری حرف می‌زند. افکار عمومی را دستکاری و نیت و اهداف واقعی سیاستش را مخفی می‌کند. وی در واکنش برنامه‌های آمریکا برای تحویل یک بسته کمک نظامی دیگر به کیف به ارزش 400 میلیون دلار تاکید کرد تنها چیزی که آمریکا برای آن تقلا می‌کند درد و رنج و مرگ و میر بیشتر انسان هاست. می‌توان اطمینان داشت موشک‌ها و مهماتی که پولشان از جیب مردم آمریکا پرداخت شده است، شهرها را ویران و با پخش کردن مهمات و بمب‌های عمل نکرده روی زمین، انسان‌ها را معلول و نقص عضو خواهد کرد. سفیر روسیه در آمریکا تصریح کرد واشنگتن زمانی که وارد یک جنگ شود، قادر به متوقف کردن خودش نیست.
طراحان و ایده پردازهای نظامی آنها نیز به جای ارزیابی هوشمندانه شرایط از نقشه‌های تروریستی جنایتکاران کیف حمایت می‌کند. به عنوان مثال تداوم حمله به پل کریمه که تأسیسات نظامی نیست و مدت هاست که برای تامین و ارسال تجهیزات برای نیروهای مسلح روسیه از آن استفاده نشده است. چند تانک برادلی آمریکا دیگر باید بسوزد تا رهبران آمریکا سرانجام به این درک برسند که تلاش برای شکست دادن کشور ما در نبرد زمینی تنها به یک نتیجه منتج می شود. شکست مفتضحانه روس هراسان. گفتنیست دولت آمریکا سه‌شنبه اعلام کرد که بسته کمک نظامی دیگری به ارزش 400 میلیون دلار برای اوکراین فراهم خواهد کرد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.